سلام، با خبرهای این ساعت طلوع و شبکه جهانی طلوع نیوز خوش آمدید. امروز یکشنبه هفتم ماه هوت سال 1390 هجری خورشیدی است که برابر می شد با 26 ماه فوریه سال 2012 میلادی. در آغاز سرخط چند خبر. کشته شدن دو مشاور امریکایی است و یک کارمند وزارت امور داخله. خواستهای روشن و صریح رئیس جمهور کرزای از مقامات پاکستانی. و ویران ساختن مخفیگاه اسامه بن لادن در پاکستان. شجاع زکی هستم با مشروع خبرهای این ساعت. مشاوران آمریکایی به گمان اغلب از سوی کارمند ریاست پلان و اپراسیون وزارت امور داخله کشته شدند. سخنگوی وزارت امور داخله با ابراز این مطلب میگوید که این مرد متهم عبدالصبور نام دارد و باشنده ولایت پروان است و میگوید که تلاشهای پلیس برای بازداشت این مرد جریان دارند. در این حال سخنگوی ایساف میگوید کشته شدن این دو مشاور آمریکایی در ماموریت آنان تغییری به میان نمیآورد و سوی هم رئیس جمهور کرزای از این رویداد ابراز تاسف میکند. پس از آن که گزارش ها درباره کشته شدن دو مشاور آمریکایی از سوی یک کارمند استخبارات وزارت امور داخله پخش شدند، سخنگوی وزارت امور داخله میگوید که این مرد کارمند استخبارات این وزارت نه، بل کارمند ریاست پلان و اپراسیون وزارت امور داخله است. شخصی که عمل مرتکب شده، این مزنون شناسایی شده، پلیس افغانستان در تلاش است که فرد به زودترین فرصت بازداشت بکنه. یکی از کارمندان اداری و دریور بخش پلان و اپراسیون بوده. بر بنیاد گفته های سخنگوی وزارت امور داخله، عبدالصبور مردی که متهم به کشتن دو مشاور آمریکایی است، باشنده اصلی ولایت پروان است و 25 سال عمر دارد. با آنکه پس از کشته شدن این دو آمریکایی، بریتانیا و آمریکا مشاورانشان را از نهادهای دولتی کشور فراخواندند، سخنگوی آیسف میگوید که این رویداد مانع تلاش های نیروهای خارجی در تأمین امنیت و آوردن صلح و ثبات در افغانستان نخواهد شد. پرسش این است که این شخص چگونه به این وزارت که یک جای امن است راه یافته است؟ چی انگیزه ای سبب شده است که به این کار را بکند؟ آیا او با کسی دیگر پیوند داشته است یا نه؟ و عاملان این رویداد کجا هستند تا با پنجه قانون سپرده شوند؟ در همین حال رئیس جمهور کرزای این رویداد را تأسف انگیز می داند. دیروز اطلاع یافتیم که دو نفر از سرمنصبان آمریکایی بسیار با تأسف در وزارت داخله اونا کشته شدن. اظهار تأسف میکنیم که اونا کشته شدن و با فامیلاشان تسلیت عرض میکنیم. این دو مشاور آمریکایی پس از چاشت روز شنبه در مرکز سوق و اداره وزارت امور داخله کشته شدند. پس از کشته شدن دو مشاور آمریکایی در وزارت امور داخله، باراک اوباما تاکید می‌ورزد که کشورش به همکاری با حکومت و مردم افغانستان متعهد است. در این حال پنتاگون کشته شدن مشاوران نظامی آمریکایی را در کابل پذیرفتنی نمی‌داند. از سوی هم آیسف با ابراز تأسف از کشته شدن این دو مشاور از آغاز بررسی‌های گسترده در این باره خبر می‌دهد. فراخواندن رئیس جمهور کرزای برای حفظ آرامش پس از رویداد روز شنبه در وزارت امور داخله با استقبال کاخ سفید روبرو شده است. باراک اوباما در بیانیه‌ای از تدابیر که فرمانده کل نیروهای خارجی در افغانستان برای تأمین امنیت بیشتر این نیروها گرفته است نیز پشتیبانی میکند. ما از این بیانیه رئیس جمهور کرزای که مردم را به آرامش به ابراز صلح‌آمیز احساساتشان به خاطر آتش زدن نسخه‌های از قرآن کریم فراخوانده است استقبال میکنیم. اما وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا در این باره دید دیگری دارد. پنتاگون کشته شدن مشاوران نظامی آمریکایی را در کابل غیر قابل پذیرش می‌داند. و از مقام‌های افغان خواستار محافظت بهتر نیروهای ائتلاف و جلوگیری از افزایش خشونت هاست. در این میان ISF بدین باور است که هنوز زود است تا درباره چگونگی این رویداد چیز گفته شود. ما این رویداد را با آتش زدن قرآن کریم پیوند نمی دهیم، زیرا ما باید منتظر پخش و جزئیات بررسی ها باشیم. البته ما یک هفته پرتنش را پشت سر گذاشتیم و این بسیار تأسف بار است که یک بار گواه تلفات همکاران خویش می شویم. حمله نظامیان افغان به نظامیان و مشاوران خارجی بی پیشینه نیست. بر بنیاد آمارها تا کنون بیش از 60 خارجی در چنین رویدادها در افغانستان جان باختند. نفوذ مخالفان مصالح دولت در نهادهای امنیتی افغان این کشور را با یک بحران تازه امنیتی روبرو ساخته است.
شما رزاگاهان هشدار میدند که اگر دولت افغانستان به گونه جدی به این موضوع رسیدگی نکند، مسئولیت تمامی مقامات افغان و خارجی در کشور زیر پرسش خواهد رفت. کشته شدن دو مشاور امریکایی درست در جایی که امنیت بیشتر بخش‌های کشور از آنجا سازماندهی می‌شود، واکنش‌هایی را به همراه شده است. هرچند نگرانی‌ها از نفوذ مخالفان مسلح دولت در نهادهای امنیتی کشور از پیش مطرح بوده است، اما برخی از آگاهان دولت افغانستان را در این باره به بی‌پروایی متهم می‌سازند. یو څوک چې په وزارت داخله کې وی او هغه سره سلا هم وی، هغه د حکومت مامور ده، د وزارت داخله مامور ده، دا د وزارت داخله خپل مسولیت ده. تر څو پورې د استخدام په وخت کې دوی باید داسې یو ضمانت لاغوي څخه واخیستل شي چې هغوی په آینده کې که چېرته دغسې اقدام کوي نو د داسې اقداماتو مخه باید ونیول شي. از سوی هم آگاهان دست داشتن سازمان های استخبارات نظامی برخی از کشورهای همسایه را نیز در این رویداد دور از حقیقت نمیدانند. به خاطر افزایش بی‌اعتمادی میان نیروهای افغان و نیروهای بین المللی و با پایان دادن به همکاری متقابل، ایجاد یک جو بی‌اعتمادی که بتواند کشورها را از هم فاصله بده، نیروها را، هم سازمان استخباراتی و هم سازمان القاعده و هم طالبان میتوانند در عرصه کار فعال داشته باشند و این یک ضعف استخباراتی است کاملا در درون وزارت داخله و با ارگان‌های امنیتی ما. با این همه آگاهان به این باورند که این رویداد گستره بی‌اعتمادی را میان نظامیان افغان و خارجی بیشتر از هر زمان دیگر با سر خواهد ساخت و به بارانان ادامه چون این رویدادها در نهادهای امنیتی گره چالش‌های امنیتی کشور را پیچیده تر خواهد ساخت. کسانی که مسجدها را آتش می‌زنند بدتر از کسانی هستند که قرآن کریم را می‌سوزانند. رئیس جمهور کرزی با ابراز این مطلب مردم را با آرامش فرا می‌خواند و می‌گوید که این رویداد زیر بررسی حکومت افغانستان و حکومت آمریکا قرار دارد. رئیس جمهور کرزی می‌افزاید که عاملان این رویداد به دادگاه کشانیده خواهند شد. در این حال مجلس سنا نیز می‌گوید که اگر مردم دست به خشونت بزنند کشور را به سوی بحران خواهند برد. رئیس جمهور کرزی سوختاندن نسخه های قرآن کریم و برخی از کتاب های مذهبی را از سوی نیروهای خارجی در پایگاه نظامی بگرام با تندترین واژه ها محکوم می کند. مسجد می رن و قرآن شریف در می تن و آتش می زنن و نمازگزار شهید می کنن و مسجد شهید می کنن و قرآن شریف می سوزنن. گناه از اون، جزای از اون بسیار شدیدتر است از این نفر است که قرآن شریف در دارد. این نفر مسلمان نیست و اون نفر دیگه بنام مسلمان میه کتاب خدا، مقلصات خدا، مسجد خدا، زندگی انسان مسلمان زیر پای بگرند. گناه از شدیدتر است، گناه از آخرت شدیدتر است و خداوند با بزرگترین عذاب رو مبتلا میکنه. زبط بین باشد. در همین حال رئیس جمهور از مردم میخواهد که آرامششان را حفظ کنند. در حالی که احساساتشان نهایت برحق است، ما با بمراشن شریک هستیم، همه ما کوشش کنیم که آرامش خود حفظ کنیم، نگذاریم دشمنای امن و صلح و ترقی و آرامش مردم افغانستان تا از این موقعی که باعث برانگیخته شدن احساسات ما شده اونا استفاده سو کنن. از سوی هم مجلس سنا نیز از مردم میخواهد که دست به خشونت نزنن. قانون برای حق داده، دین حق داده، شریعت حق داده، او را بخواهند و او را اظهار بکنند. اما چیزی که برای ما شما مهم است که تظاهرات باید به خشونت کشانده نشه و مال مردم آسیب نرسد و جان مردم آسیب نرسد و دشمن از تظاهرات سوء استفاده نکند. مجلس سنا میگوید اگر این خشونت ها ادامه یابند، حلقه های فرصت طلب کشور را به سوی ناامنی ها خواهند کشانید. در جریان تظاهرات در اعتراض به بی‌حرمتی سربازان آمریکایی به کتاب‌های دینی امروز در ولایت کندز یک تن کشته شد و 26 تن دیگر زخم برداشتند. فرمانده پلیس ولایت کندز میگوید که شمار از تظاهرکنندگان بر پایگاه نیروی خارجی در ولسوالی امام صاحب بمب دستی پرتاب کردند که در نتیجه 7 سرباز آمریکایی زخم برداشتند. فرمانده پلیس کندز می‌افزاید که تظاهرکنندگان بر فرمانده پلیس این ولسوالی نیز هجوم بردند و در این رویداد 15 سرباز زخم برداشتند. در این حال مقامات کندوز میگویند که در جریان تظاهرات شمار از باشندگان بلسپوری خانابادین ولایت یک تن از تظاهر کنندگان کشته شد و 4 تن دیگرشان زخم برداشتند.
رئیس جمهور کرزای پذیرفته است که از پاکستان خواسته است تا زمینه گفتگوهای حکومت افغانستان را با رهبران طالبان فراهم سازد. رئیس جمهور کرزای میگوید که در سفرش به پاکستان از مقامات پاکستانی خواستهای روشن و صریحی داشته است. آقای کرزای در گفتگوهای صلح خواهان همکاری های عملی اسلام آباد با کابل است، در حالی که گلبدین حکمتیار پشتیبانیش را از فراخوان پاکستان برای گفتگوهای صلح اعلام کرده است. رئیس جمهور کرزای از این کار گلبدین حکمتیار استقبال میکند. رئیس جمهور کرزای پس از دیدارش با مقام‌های پاکستانی با مدتی تأخیر در یک نشست خبری حضور یافت، در حالی که رسانه‌های غربی نگاشته بودند که رئیس جمهور کرزای در این دیدارش با مقام‌های پاکستانی تنش‌های لفظی داشته است. رئیس جمهور کرزای می‌گوید که این بار خواست‌های کابل از اسلام آباد واضح و صریح بیان شدند. خبرایی که در مطبوعات غربی نشر شد کاملا نادرست بود. مذاکرات مود یک فضای بسیار خوب بود، در یک فضای دوستی بود و برادروار بود، ولی بسیار صریح بود و بسیار واضح بود و دولت افغانستان هم حرفای خود بسیار واضح گفت، حکومت پاکستان هم حرفای خود بسیار واضح گفت. ما خواسته ما بله، یکی از خواستهای ما این بود که تا جایی که بر توان پاکستان است که مذاکره بین ما و طالبان و کلانهای طالبان فراهم کنه. در همین حال گزارش های پخش شدند که وزیر خارجه پاکستان پس از سفر رئیس جمهور کرزای گفته است که کابل با مقام های اسلام آباد گفته است که ملا محمد عمر رهبر گروه طالبان در پاکستان است و وزیر خارجه پاکستان این موضوع را با واژه های تندی رد کرد. رئیس جمهور کرزای در این باره می گوید دانه گوشتی چی ملا محمد عمر را خوندی مشتره تسلیم کنی، نه مش گوشتی دی چی در افغانستان او طالبان و د تحریک د مشران ترمنز د مذاکره تسهیلات برابر کړي او مذاکره برابر کړي. در حالی که گفتگوها درباره چگونگی داشتن روابط درازمدت کابل با واشنگتن ادامه دارند، رئیس جمهور کرزای یک بار دیگر تاکید می‌ورزد که پس از آن که واشنگتن فیصله جرگه مشورتی را پذیرفت و به ویژه از زندانی ساختن افغانان و عملیات‌های شبنگام دست کشید، این پیمان امضا خواهد شد. شرایط و قدر سخت با امراش نمیگیره، ولی مسئله حاکمیت ملی افغانستان اساس گفت است و این اساس امیدوار استیم که دولت امریکا به تمام معنا بدون هیچ گونه کم و کاست احترام کنه. او را احترام کرده باز میتونیم که به طرف قرارداد و امضاش پیش بریم. رئیس جمهور کرزای که از دو هفته پیش برای شرکت در نشست سه جانبه کابل، اسلام آباد و تهران به پاکستان رفته بود، این سفرش را مهمترین سفر به پاکستان در 10 سال اخیر نامیده است. لوئیس وارن والی از مجلس سنا میخواهد تا در بازداشت سناتوری که به دست داشتن به آدم ربایی متهم شده است با این نهاد همکاری نماید. معاون مجلس سنا میگوید که لوئیس وارن والی دیروز با فرستادن نامه‌ای از این مجلس خواسته است تا به این قضیه ویژه پاسخ بگوید. در این حال شمار از سناتوران دست زدن با چنین کارها را از سوی سناتوران اهانت با مجلس سنا میدانند. متهم شدن یک عضو انتصابی مجلس سنا به همکاری با یک گروه آدم ربا نگرانی های جدی سناتوران را برانگیخته است. معاون مجلس سنا می گوید که این مجلس می خواهد معاون لوئیس وارن والی در یکی از نشست های هیئت اداری مجلس بیاید و چگونگی این رویداد را برای مجلس سنا روشن سازد. اختطافه که شما پیشتر ما دیروز مکتوب لوئیس وارن والی در این مورد دریافت کردیم. که لوئیس وارن والی یک مکتوب به مجلس سنا روان کرده، در این مکتوب از ما خواسته که یکی از اعضای سنا را با بخاطر از اینکه پاسخ بده به یکی از قضایای خاص در اوش هم خاص نشته کرده، توضیح هم به ما در مکتوب نداده، در رابطه با اون قضیه خاص ما یکی از سناتورای مجلس سنا را معرفی کنیم جهت تحقیق. در همین حال شمار از سناتوران میگویند که اگر این رویداد به گونه جدی بررسی نشود، جایگاه این مجلس زیر پرسش خواهد رفت. در خبر مش ما بینش که مش باید اکلا طول سر خبر بگوسی جو. چه های دلتا با مش که دغسته اختتاب چیسته کندسته دا باید معلوم خبر بگوسی جو. دا باید مطبعات تا معلوم بگوسی جو. دا باید که تاسو پا خبر است. تاسو هر تا مطبعات دا باید چی مش سروار چا باید چی مش دغت مکتوب لیا جلیده. حالا دیا پاس هیچ من مال. پا دیا هر چی چی بسنا کتیش باید بول سناتور سای بام پا جیره که ول بیشی. گفتنی است که 6 روز پیش یک منبع لوئیس وارن والی که خواست نامی از او برده نشود، با تولیو نیوز گفت که وارن والی امنیت ملی دریافته است که یک عضو مجلس سنا با یک گروه آدم ربا پیوند دارد. این منبع گفته است که برادر این سناتور
که صمد نام دارد رئیس این گروه است و پس از بررسی ها روشن شد که این سناتور نیز با این گروه آدمربا هم دست است. حکومت افغانستان از نیروهای خارجی میخواهد تا هرچه زودتر مسئولیت زندان بگام را به مقامات افغان بسپارند. سخنگوی رئیس جمهور کرزی با ابراز این مطلب میگوید با آنکه نهادهای دولتی کشور با دشواری های گوناگون روبرو هستند، بعض زندان های افغانستان معیاری نیستند، اما این بدان معنا نیست که افغانان نمیتوانند زندانیان را نگهداری کنند و میافزاید که مردم از وجود زندان های نیروهای خارجی در افغانستان خسته شدند. سخنگوی رئیس جمهور در گفتگوی با طلوع نیوز میگوید که در حال حاضر گفتگوها میان مقامهای افغان، فرمانده کل نیروهای خارجی و سفارت ایالات متحده آمریکا در کابل برای سپردن مسئولیت زندان بگرام به افغانان جریان دارند تا هرچه زودتر مسئولیت کامل زندانها به حکومت افغانستان سپرده شود. ایره ما قبول داریم که افغانستان یک کشور جنگ زده است، 30 سال در کشور جنگ بوده، با مشکلات مختلف مواجه است دستگاه های دولتی کشور. فلحاظ ایره قبول داریم که زندان های افغانستان زندان های معیاری نیستن، یعنی مشکلات خود دارن. اما این به معنی شدن نمیتونه که چون ما زندان های معیاری به سطح جهان نداریم یا کشور به سطح کشورهای پیشرفته نداریم، ما نمیتونیم زندانیان کشور خود نگهداری کنیم در زندان ها. این کاملا منطقی در این موضوع وجود نداره. سخنگوی رئیس جمهور در پاسخ به این پرسش که چه تضمینی وجود دارد که زندانیان پس از سپرده شدن به مقام های افغان رها نشوند چنین میگوید. خب در این باره یقینا که بین دو طرف، یعنی حکومت جمهوری اسلامی افغانستان و ایالات متحده آمریکا، روی سند به توافق موافقه خواهد کردن و در او شرایط هر دو طرف حتما درج میشه که تضمین باید وجود داشته باشه که زندانی هایی که انتقال داده میشه به حکومت افغانستان رها نشن. سخنگوی رئیس جمهور تاکید می‌ورزد که اگر جامعه جهانی و نیروهای خارجی خواهان این هستند که حاکمیت ملی در افغانستان به تمام معنا حفظ شود، باید مسئولیت زندان‌ها به افغانان سپرده شود. ویران ساختن مخفیگاه اسامه بن لادن در پاکستان به مرحله نهایی رسید. مقامات پاکستانی میگویند که تاکنون 90% ساختمان این مخفیگاه در منطقه ابتابات نابود شده است. این مقامات میافزایند که دیدار روزانه صدها تن از مخفیگاه اسامه بن لادن ترس مبدل شدن آن را با یک زیارت بیشتر ساخته بود. هرچند نظامیان پاکستانی میخواستند تا به دنبال کشته شدن اسامه بن لادن مخفیگاه او را ویران کنند، اما حکومت پاکستان یک کمیته قضایی را گماشت تا چگونگی موجودیت اسامه بن لادن را به بررسی گیرد. با وجود اینکه تاکنون نتیجه بررسی های این کمیته قضایی اعلام نشده است، اما پس از گذشت نزدیک به یک سال مقام های پاکستانی میگویند ساختمان 3 طبقه‌ای که در آن اسامه بن لادن همراه با 3 همسرش، 9 فرزندش و 1 نواده‌اش زندگی میکرد به علت ویران گردید تا نگرانی ها درباره مبدل شدن این مخفیگاه به یک زیارت از میان برداشته شوند. در همین حال شمار از شهروندان پاکستان به این باورند که حکومت این کار را برای از میان برداشتن لکه بدنامی از دامان خودش انجام داده است. لکه دنیای لیواز دید خب بدنامی شده نو که دیشی در ختمهور شده دید غواری شده دید که سکمی راشی. اسامه بن لادن که رهبری شبکه القاعده را بر عهده داشت، در ماه می سال گذشته میلادی در یک عملیات نیروهای ویژه آمریکایی کشته شد. باز هم خوش آمدید. با این هم چند خبر اقتصادی. قرار است 81 پروژه در سال 2012 میلادی از سوی بخش انجینری ارتش آمریکا در شمال افغانستان عملی شوند. فرمانده بخش انجینری ارتش آمریکا در حوزه شمال میگوید که این پروژه ها 1,200,000,000 دلار هزینه برمیدارند و 70% آن از سوی شرکت های افغانی عملی خواهند شد. در مراسم بررسی پروژه های سال 2011 میلادی که شمار زیاد از شرکت های افغانی و خارجی اشتراک داشتند، پروژه های سال 2012 میلادی در ولایت های شمال که بیشتر آن ایجاد قرارگاه های نظامی و بخش خدماتی را در بر می گیرد اعلام شد. از میان 81 پروژه، تنها 32 پروژه آن برای ساخت قرارگاه ها و تأسیسات نظامی اردوی ملی و پلیس اختصاص یافته است. در حال حاضر در حدود 70% این پروژه ها به شرکت های افغانی داده می شوند و بخش دیگری این پروژه ها به خاطر این به شرکت های افغانی داده نمی شوند، زیرا که ظرفیت لازم برای عملی ساختن آنها را ندارند.
در مجموع پروژه هایی که برای اردوی ملی اختصاص یافته است 492 میلیون دلار هزینه برمی‌دارند و بخش از این پروژه ها از سوی خود ما و بخش دیگر آن از سوی شرکت های قراردادی طرح و دیزاین می شود. بخش انجینری اردوی ایالات متحده آمریکا می گوید که در حدود 81 پروژه دیگر نیز در سال روان و میلادی در ولایت های جنوب افغانستان عملی خواهند شد. شمار از اعضای مجلس نمایندگان از وجود فساد گسترده در جمع آوری درآمدهای ولایت کندهار خبر میدن. آنان با انتقاد از عملکرد وزارت مالیه میگویند که بخشی از درآمدهای این گمرک مورد دستبرد قرار میگیرد. اما وزارت مالیه با رد این موضوع میگوید که امسال جمع آوری 2 میلیارد 800 میلیون افغانی برای گمرک کندهار هدف تعیین شده است که در 10 ماه 2 میلیارد و 300 میلیون افغانی به دست آمده است. با گفته شمار از نمایندگان مردم در مجلس، درآمدهای گمرک کندهار به مراتب بیشتر از رقمی است که به مرکز میرسد. گمرک کندهار هم فساد است. این واقعا این گپ دقیق است که تعارفهای گمرکی را کسایی که مثلا اونا را اشخاص و افراد میگیره و در جیب اشخاص و افراد است و به گمرک یا به دولت افغانستان به بودجه او نمیرسد. اما وزارت مالیه میگوید بر روند جمع آوری درآمد از این گمرک نظارت دارد و همه ساله این درآمدها رو به افزایشند. ما اوایل دره که از گمرک قندار داریم، در چند سال گذشته عواید از اینا با در نظر داشته شرایط محیطی، با در نظر داشته مشکلات امنیتی که وجود داشته، در چند سال گذشته اینا نسبت به سال گذشته افزایش داشته. با گفته کارشناسان اقتصاد و نمایندگان مردم، دستبرد بر درآمدهای گمرک ها گذشته از زیانمند ساختن اقتصاد کشور، باور کمک کننده ها را بر سیستم مالی کشور نیز از بین میبرد. با این هم قیمت بعض از ارزهای خارجی در برابر پول افغانی در بازار امروز کابل: یک دلار امریکایی 49 افغانی و 45 پول، یک یورو 66 افغانی و 30 پول، یک درهم امارات 13 افغانی و 40 پول، 1000 روپیه هندی 1030 افغانی، 1000 تومان ایرانی 25 افغانی و 70 پول و 1000 روپیه پاکستانی 545 افغانی. با عرض سلام، این هم چند رویداد ورزشی. 10 مبارز برتر برای حضور در رقابت‌های قهرمانی تکواندوی نوجوانان جهان برگزیده شدند. در پن رقابت‌های انتخاباتی تکواندوی نوجوانان، روح الله مجیب الله سلطانی، نوید عمری، متین شاکر کلکانی، سید حسین هروی، نجیم سید بلال عزیز الله و زازای به حیث قهرمانان 10 وزن جواز حضور بر رقابت‌های قهرمانی تکواندوی نوجوانان جهان را به دست آوردند. این رقابت‌ها با حضور 300 مبارز از کابل و 22 ولایت برگزار شده بودند و سه روز ادامه داشتند. رقابت‌های قهرمانی تکواندوی جهان تا دو ماه دیگر با حضور تکواندوکاران افغانستان در مصر برگزار خواهد شد. هفته سوم رقابت‌های فوتسال لیگ برتر کابل با دو پیروزی و دو تساوی همراه شدند. در دیدارهای برگزار شده صنایع 5-2 موج را شکست داد. استقلال 6-4 صلح را در همکوبی دیدار تیم‌های امید افغانستان و انصاری بعد تساوی 4-4 پایان یافت و کابل کلاب با تساوی 5-5 در برابر کابورا متوقف شد. در مهمترین دیدارهای امشب رسانه‌ها در برابر دانشگاه دنیا سفاری می‌کند و ستاره آزادی در برابر میلاد به میدان می‌رود. قرار است روز سه‌شنبه نخستین دور کارگاه جهانی آموزش داوری ورزش‌های زورخانه‌ای با شیوه کامپیوتری با حضور داوران افغانستان در تهران آغاز شود. در این کارگاه با نمایندگی از افغانستان محمد آزاد و محمد عمر سلطانی حضور می‌یابند. این کارگاه با حضور داوران افغانستان، کره جنوبی، بلاروس، لیتوانیا، تاجیکستان، ایران، عراق، نیپال، هند، اتریش و آذربایجان با میزبانی ایران برگزار می‌شوند و 7 روز ادامه خواهد داشت. فردا کابل آسمان ابری و احتمال بارندگی، بلندترین درجه حرارت 1، پایین‌ترین منفی 6. مزار شریف آسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 8، پایین‌ترین 4. کندهار آسمان نیمه آفتابی و احتمال بارندگی، بلندترین درجه حرارت 14، پایین‌ترین 4. جلال آباد آسمان ابری و بارندگی، بلندترین درجه حرارت 15، پایین‌ترین 4. و سرانجام در شهر هرات آسمانی ما افتابی، بلندترین درجه حرارت 11، پایین‌ترین 2. این بود خبرها تا این ساعت. از توجهتان جهان سپاس. از شما دعوت میکنم که با برنامه های دیدنی طلوع با شبکه جهانی طلوع نیوز باشید. وقت خوش. خدا نگهدار.